دسته بعدی تکنیک های ماساژ سوئدی دسته تکنیک های فریکشن یا استکاکی هستن. فقط در مورد این تکنیک ها چند تا نکته رو باید رعایت بکنید که این تکنیک ها ممکنه در ماساژ ریلکسی خیلی کاربردی نباشن. یه سری از تکنیک های دسته فریکشن ها اثر تحریکی دارن که معمولاً برای ماساژ ورزشی قبل از مسابقه یا مواردی که ما نمیخوایم فرد رو خیلی ریلکس کنیم استفاده میشن و یه سری از تکنیکاش هم هستن که برای مواردی استفاده میشن که تریگر پوینت یا انقباض عضلانی وجود داشته باشه که خب معمولا در ماساژ ریلکسی خیلی منطقی نیست که بخوایم روی تریگر پوینت ها یا انقباضات شدید عضلانی کار بکنیم. اما از اونجایی که تکنیک های کاربردی هستن خدمتتون توضیح کاملی خواهم داد. اهدافی که ما از این تکنیک ها میخوایم اینه که این تکنیک ها باعث تحریک باف و رفع چسبندگی بشن، باعث غیر فعال شدن نقاط درد ماشه‌ای و تریگر پوینت ها بشن و کمک بکنن که انقباضات شدید عضلانی کاهش پیدا بکنه و عضلانی مقداری خودش رو ریلکس بکنه. حالا میریم برای انجام تکنیک ها به صورت عملی. فریکشن ها کلن 4 تا تکنیک دارن، 2 تا تکنیک خاص دارن که اولیش کراس فایبر هست. اگر در یک قسمت شما در واقع تریگر پوینت داشته باشین یا چسبندگی داشته باشین، میتونید عمود بر تارهای عضلانی به این حالت باف رو زیر دستتون بلغزونید تا تارهای عضلانی از همدیگه جدا بشن. اگر لازم باشه میشه دست ها رو به این حالت گذاشت یا به این حالت یا به این حالت، یا اگر فرد خیلی توده عضلانی بزرگی داشت و حجم بود به این حالت هم ما میتونیم ازش استفاده. تکنیک بعدی تکنیک سیرکولار فریکشن هست که میتونیم روی نقطه که دارای چسبندگی هست و تریگر پوینت هست به صورت دورانی فشار رو اعمال بکنیم، ولی حواستون باشه که محیطی که در نظر میگیریم بسیار کوچک و در حد همون تریگر پوینت هست. به این حالت دورانی میتونم روی اون نقطه چسبندگی کار بکنم یا به صورت چپ و راست، بالا پایین، عقب جلو هم میشه ازش استفاده کرد، بهش end to end، down to up یا left to right هم توی بعضی از منابع گفته میشه. اما دو تا تکنیک دیگه‌اش که گفتم در ماساژ های تحریکی مخصوصا ماساژ ورزشی قبل از مسابقه انجام میشه، یک تکنیک هست به اسم سوپر فشیال وارمینگ که همونطور که میبینید با سرعت زیاد و فشار کم انجام میشه و باعث هوشیاری و سرحالی فرد میشه، و تکنیک بعدی فریکشن رولینگ هست که به این حالت باز روی دست ها و پاها میشه انجامش داد که احتمالاً در مسابقات ورزشی مخصوصا در ورزش کشتی دیدیم که برای ورزشکارا همچین تکنیک هایی رو انجام میدن.